از سید علی شریفی نژاد خبرنگار میدانی و مستندساز از بیروت پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای شریفی نژاد سلام و عرض ادب. آقای شریفی نژاد، با توجه به تشدید درگیری‌ها و هجوم پناهجویان لبنانی به سمت سوریه، به نظر شما جامعه جهانی و کشورهای اسلامی چه نقشی در کمک به حل این بحران انسانی باید ایفا کنند؟ بفرمایید. بخیر از مال خدمت شما مهدی عزیز، دنبالش در یک شرایط بحرانی من دارم با شما مصاحبه میکنم، در شرایطی که در تقریبا ساعت 6:30 به وقت محلی اسرائیل با 20 بمب سنگین شکن مقر دفتر اصلی حزب الله لبنان رو در نزدیکی فرودگاه بیروت مورد هدف قرار داده و اوضاع در بیروت اوضاع فوق‌العاده‌ای هست. دارم با شما صحبت میکنم، در شرایطی هستیم که تا به امروز بیش از 700 کشته و 2600 زخمی رو ما در لبنان داریم گزار میکنیم. این حجم از انتقال افراد به کشورهای مختلف از جمله سوریه و عراق و ایران در حال گسترش هست و این نشون دهنده این است که بحران جنگ در خاورمیانه از راه حلی که کشورهای اسلامی به اصطلاح و مجامع اسلامی خودشون مدافعان اصلی حقیقی اسلام میدونن به دور بوده و بیشتر بازی‌های سیاسی است تا کارهای عملی. مهمترین راهکار عملی این است که کشورهای اسلامی که خودشون رو مدعی این مسئله میدونن طرح کامل رو برای آتش‌بس مطرح بکنن و انتشار بیارن به تمام طرفین درگیری که این آتش‌بس اتفاق بیفته. کشورهای مثل امارات متحده عربی، سعودی‌ها، بحرین و کویت باید این بازیگری رو انجام بدن که متأسفانه انجام نمیدن و بیشتر طرف اسرائیلی هستند تا طرف مسلمانانی که در لبنان، سوریه و فلسطین دار و کشتار هستند. بله، با تشکر از سید علی شریفی نژاد خبرنگار میدانی و مستندساز از بیروت که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.